سلام و درود هموطنان عزیزم. 17 می 2023 27 اردیبهشت 1402 13 روزه که در بیمارستان بستری هستم. تا یکی دو ساعت دیگه پزشکان به دیدنم میان و امیدوارم که امروز خبر مرخص شدنم رو از بیمارستان به هم بدن، چون واقعا چند روزی است که بیقرارم که مرخص شم، چند روزی رو در مکان دیگری استراحت کنم. چند روزم که میگم همون 4-5 روز بیشتر نیست، و به محض اینکه نیروم کاملا به دست اومد که الان فکر میکنم آماده ام تا حدود زیادی، به سرعت به سنگر عشق و همبستگی مقابل وزارت خارجه کنار هم رزمانم بپیوندم. و الان اتفاقا خیلی بیقرارترم به خاطر این اقدامات ورشکسته و مذبوحانه‌ای که ملاهای جمهوری اسلامی دارن انجام میدن. اول از همه عزیزان، از همه شما از صمیم قلب تشکر میکنم و مثل همیشه میگم که خاک پای همه شما هستم. واقعا این حد از محبت شما، این حد از عشق و همبستگی میان ما بی نظیره و همین پاشنه آشیل رژیم. وقتی دیروز خبر صدور فتوا رو برای خودم گفتم، واقعا با موجی از همبستگی شما، با موجی از عشق روبرو شدم. و عزیزم، ما به هیچ عنوان دیگه نباید در مورد هیچ گونه از این اقدامات سکوت کنیم. این به معنای ترس نیست که اگر کسی بیاد و در این مورد صحبت کنه، اتفاقا باید صحبت کرد و اثر گذاره. وقتی که ما میاییم و صحبت میکنیم و بعد شما حمایت میکنید به این صورت، رژیم مجبوره که عقب بشینه. ولی وقتی نمیایید صحبت بکنید و کار از کار میگذره، این به معنای این نیست که ما قوی هستیم یا ما نمیترسیم. رژیم سوء استفاده میکنه و وقتی که یک اتفاقی افتاد، بعد تازه 2 سال بعد میفهمن که نه، فتواشم صادر شده بود. ولی درست دقیقا زمانی که مطمئن شدید باید بیاید و فریاد کنید در مقابلش. این دیگه در برابر به خاطر خود ما نیست، ما مسئولیم و باید این کار رو بکنیم. ولی امروز ببینید، این فتوا تازه اتفاقا به ما انرژی بیشتر داده، این مدال افتخاره برای ما که چقدر کار ما تأثیرگذار بوده که وادار میکنه آقایون رو برن برای ما فتوا صادر بکنن. ولی صحبت امروزم به این دلیل نیست. اتفاقا 2 روزه میخوام این ویدیو رو پر کنم، ولی یه مقداری مشغله همین جریانی فتوا سر ما رو با خودش مشغول کرد. امروز گفتم نه، حتما باید اتفاقا این کار رو بکنم. ببینید عزیزان، علت این ویدیو سوالاتیه که از شما عزیزان دریافت کردم، پیام‌هایی که دریافت کردم در ارتباط با عشق و همبستگی. از من پرسیدید که چی شده وحید که تو این مدتی دائما در مورد عشق و همبستگی داری صحبت میکنی، همش عشق، همش همبستگی، مگر این تو نبودی که میگفتی ما در جنگی تمام عیار هستیم، دشمن متجاوز به ما حمله کرده، باید تابع قوانین جنگی باشیم؟ دقیقا عزیزان، به خاطر همینه که انقدر روی عشق و همبستگی تاکید میکنم. ببینید، اول من یک چیزی رو مشخص بکنم، عشق و همبستگی به هیچ عنوان به معنای این نیست که مرزها میان کسانی که به دنبال حق مردم هستند که حق مردم رو بگیرند از ظالمان و به خود مردم برگردونند و کسانی که حق مردم رو دارن میخورن
به معنای مخدوش شدن مرزها میان این دو گروه نیست به هیچ عنوان. به هیچ عنوان یک مرز بسیار برجسته‌ای میان این دو گروه هست و مرز سرخ اتفاقا. یعنی این رو از اولش واسه خودمون مشخص کن. ولی ببینید، عشق و همبستگی اون چیزی که ما ازش صحبت میکنیم به چه معناست؟ عزیزان، ما برای اینکه بیایم این عشق و همبستگی رو بهش بپردازیم، اول بپردازیم به مبارزه. ببینید، مبارزه نه خوبه نه بده، مثل همه چیز دیگه. ما باید ببینیم چگونه استفاده میشه ازش. یه مثال میارم. ببینید، ما خوارزمشاهیان رو مثلا داریم، میان حمله میکنند، میگیرند، مردم رو به برده خودشون تبدیل میکنند، کشاورزان رو، صاحبان حرفه رو تبدیل به برده میکنند و شروع میکنند به چپاول حق مردم. حق مردم رو میخورند. بعد یه قوم دیگری با نام مغول میاد به اینا حمله میکنه، با اینا مبارزه میکنه. سر چی؟ میگه حالا که اینا دارن حق مردم رو میخورن، چرا من نخورم؟ یعنی این سر قدرت این مبارزه، سر اینه که حالا اونا نباید بخورن حق مردم رو، من باید حق مردم رو بخورم، ما باید بخوریم. ولی یه موقع یه گروه دیگری با نام جوانمردان، با نام عیاران بلند میشن و میان در مقابل کسانی که دارن حق مردم رو میخورن میایستند و با اونا مبارزه میکنند برای اینکه حق مردم رو از اونا بگیرند و به خود مردم برگردونند. این عیاران که مدت ها هم تعلیم دیدند برای اینکه مبارزه کنند و مانند کوه بر سر مواضعشون بایستند، اون حلقه‌ای که میان اینهاست، سیمانش نیروی عشق، یعنی سیمان اون پیوستگی میان حلقه این عیاران، این جوانمردان و مردمی که به اینها میپیوندند، نیروی عشق و محبت، نیروی عشق و محبت قلب‌های اینها رو به هم وصل میکنه، اینا رو به هم متصل میکنه تا در مقابل جباران بایستند، مبارزه کنند، حق مردم رو از اونا بگیرن و به خود مردم برگردونن بدون هیچ گونه چشم داشتی. نیروی عشق اینا رو به هم وصل میکنه. عشق، عشق را با عالمی بیگانگیست و اندران 72 دیوانگیست. این نیرو، این اون عشق و همبستگیه که ما داریم ازش صحبت میکنیم، که نیروهای مخالف جباران و ستمگران که امروز مصداقش جمهوری اسلامیه، این نیروها رو با هم متحد میکنه، با هم همبسته میکنه بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشند، برای آزادی میهن مبارزه میکنن که حق مردم رو از این جنایتکاران بگیرن، به خود مردم برگردونن و کشور و میهن رو آزاد کنن. این اون نیروی عشق و همبستگی عزیزان که ما ازش دائما صحبت میکنیم. عشق و همبستگی به معنای مخدوش شدن مرزها میان کسانی که دنبال حق مردمند برای اینکه اون حق رو بگیرن و به خود مردم برگردونن و میان کسانی که به دنبال چپاول حق مردمند نیست. کاملا برعکس، این مرزها بسیار برجسته است. این جوان مردان و عیاران مانند کوه بر مواضعشون استوارن. یه زمانی شاعران میرفتن عربی یاد میگرفتن که بیان به عربی شعر بگن برای اون والی اشغالگر سیستان و بلوچستان
که اشغال کرده بود و زبانش عربی بود برای اون شعر بگن و پول بگیرن، سله بگیرن. یه جوان مردی اون موقع بلند شد با نام یعقوب لیث صفار از عیاران، با اون حلقه یاران و عیارانش زد زیر این میز، گفت شما دارید حق مردم رو میخورید، ما در مقابلتون میستیم و حق مردم رو پس میگیریم و به خود مردم باز میگردیم. این حلقهی که میان یعقوب و یارانش و مردمی که به اونها میپیوستند رو عشق تشکیل داده بود، سیمان این مودت و پیوستگی عشق بود. این اون عشق و همبستگی است که ما ازش صحبت میکنیم. امروز عزیزان هر کسی که به هر عنوانی میان مخالفان جمهوری اسلامی که بدون هیچ چشم داشتی برای آزادی میهن دارن مبارزه میکنن، به هر نوعی تفرقه بخواد بندازه یا به هر نوعی بخواد به هر گروه مخالف حمله بکنه، قطع به یقین دانسته یا نادانسته داره در راستای اهداف جمهوری اسلامی قدم برمیداره و آب به آسیا به اونا میرسه. فرق نمیکنه میدونه یا نمیدونه، مهم نتیجه عمله، این بسیار مهم. بنابراین ما با عشق و همبستگی با هم دیگه متحد میشیم، با عشق با هم متحد میشیم تا این ایران ستیزان متحجر رو از کشور عزیزمون بیرون بندازیم، میهن رو آزاد کنیم و حق مردم رو به خود مردم برگردونیم. و در مقابل کسانی که بخوان حق مردم رو بخورن مانند کوه میستیم، کوه، و هیچ ابایی هم نداریم از اینکه هر هزینه‌ای رو بدیم، حتی جان. مانند همیشه قسم به خون یاران ایستاده ایم تا آخر.